ناسەکانی پێشووتر دو ئاپارتای ناتوانێت گزاریش دێک بێت لەو سیستەمەی بەسەر دانیشتوانی ئەم وڵاتدا جێبەجێ دەکرێت. بۆ داکۆچکردن لە کەرامەتی مرۆڤەکان و چەسپاندنی مافەکانی مرۆڤ لەم وڵاتە پڕسیستەمەدا لە ساڵی 2005 لەلایەن بەڕێز محەممەد سەدیقی کە بودوەندەوە بەدوور لە هەر چەشنە ئامانجێکی سیاسی و بەبێ بەرتاوکردنی ڕەنگ و ئاین و ڕەگەز ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان دامەزرێنراو تاکو مرۆڤەکان دەپێی هەبوونی ئینسانی خۆیان مافەڕەوەکانیان بۆ بگەڕێندرێتەوە. هەوڵە ڕاستگوویەکانی کە بودوەند توانی سەرنجی خەڵکانی جیهان بەرەو پێشەرکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ئێران و کوردستان ڕابکێشێت. هەر بۆیەش حکومەتی ئاینی ئێران کە هەموو کات کەمترین تۆلەرانس و نەرمونیانی نواندۆ بەرامبەر بە ڕەخنەگران و بە هەڵەسکارانی خۆی تشکر از همه برای شرکت در این کار بزرگ دوستمون آقای سلیمان سیکری. من به عنوان نماینده کمپین ترسان ایرانیان در اسلو فهمی را حاضر کردیم که خدمت دوستان میکنیم. افرادی که به جرم تفاوت عقیده، تفکر و باور خود با رژیم جمهوری اسلامی از اعدام، شکنجه و زندان گریختن و به کشور نروژ پناهنده شدند، ولی متاسفانه در این کشور هم به ابتدایی ترین حقوق انسانی خود دست نیافتند و همین است که ما در این جاییم. رژیم جمهوری اسلامی ایران رتبه دوم را با توجه به جمعیت در دنیا به خود اختصاص داده است. همانطور که بر همگان آشکار است، رژیم آخوندی از ابتدای به دست گرفتن قدرت تا کنون برای استیلا و پا بر جا ماندن حکومت تروریستی خود هیچ کدام از گروه ها و طیف های سیاسی، مذهبی و عقیدتی و فرهنگی مخالف خود را قبول نکرده و اعدام، زندان، شکنجه و حتی تجاوز در زندان را پاسخ بر این خواسته انسانی این افراد دانسته است. و این رژیم بارها از طرف دیدبان حقوق بشر، سازمان ملل و دیگر سازمان های مدافع حقوق انسانی به عنوان یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر شناخته شده و محکوم شده است. ما پناهندگان و پناهجویان در کشور نروژ هم زندانی تبعیدی هستیم و در این کشور مدافع و موافق صلح باز هم به نوعی به زندان سیاسی آزاد گرفتاریم. باید گفت اگر شرایط زندانهای ایران با توجه به شکنجه های شیادان و جلادان مزدور رژیم جهل و جنایت ایران سخت است، ما نیز به دلیل بلاتکلیفی و عدم باور